درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 8 سپتامبر 2023 میلادی برابر است با 17 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه روز 17 شهریور ماه بار دیگر بر رسیدگی نشدن قانونی به کشتار جمعه خونین این شهر در اعتراضات سال گذشته اشاره کرد و گفت اگر حکومتی عدالت را رعایت نکند فاتحه‌اش خوانده شده است. مولوی عبدالحمید در خطبه‌های خود بار دیگر تاکید کرد که حاکم را نه خدا که مردم تعیین می‌کنند و یک حکومت تا زمانی می‌تواند به کارش ادامه بدهد که اکثریت قاطع مردم او را بخواهند. اسماعیل زهی با اشاره به اینکه حاکم باید حمایت اکثریت را با خود داشته باشد بدون اشاره مستقیم به نام علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یادآور شد که هیچ حاکمی اختیارات مطلق ندارد. وی ادامه داد هیچ حکومتی نمیتواند کشور خود را به سمتی سوق بدهد که خلاف خواست ملت و منافع ملی باشد. مدیر دارالعلوم زاهدان با ابراز تأسف از اینکه در ایران بسیاری از مقامات و مسئولان مقابل مردم تواضع ندارند یادآوری کرد که در گذشته مسئولان دست کم در زبان میگفتند که ما نوکر مردم هستیم، اما این جملات را امروز دیگر کمتر از مسئولی میشنویم. مولوی عبدالحمید همچنین با اشاره به رسیدگی نشدن به کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان در 8 مهر ماه سال 1401 گفت شنیدم یک نماینده مجلس در پاسخ به سوال فردی درباره رسیدگی به جنایت جمعه خونین گفته است که دادخواهان پیش من نیامده، در حالی که این مسئول است که وظیفه دارد نزد صاحب درد و عذاب رود و تسلیش بدهد. شما مسئول هستید و باید مسئله را پیگیری می‌کردید. عبدالحمید با تاکید بر اینکه همه می‌دانند که در جریان جمعه خونین مردم هیچ تقصیری نداشتند، تصریح کرد که یکی از محورهای نظام اسلامی عدالت است. اگر در حکومتی عدالت رعایت نشود، فاتحه آن حکومت خوانده شده است. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی و ادامه اخراج اساتید دانشگاه، دست کم 3 نماینده مجلس با دفاع از اخراج استادان خواستار برخورد شدیدتر با اساتید و دانشجویان معترض در دانشگاه ها شدند. فریدون عباسی نماینده مجلس و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران با دفاع از اخراج اساتید گفت استاد در دانشگاه استخدام شده تا اهداف نظام را پیش ببرد. استاد باید دانشجو را مطابق با اهداف نظام تربیت کند و برای مسائلی که نظام می‌خواهد تحقیق کند. آقای عباسی به طور تلبیهی خواهان برخوردهای گسترده تر با اساتید ناهمسو با جمهوری اسلامی و دانشجویان معترض شد و گفت اگر کسی از این چارچوب بیرون رفت لازم است که هیئت انتظامی مرتبط به این موضوع رسیدگی کند. علی اصغر عنابستانی دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی با فضاسازی سیاسی خواندن گزارش ها از اخراج اساتید گفت اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی هم مانند سایر کارمندان دولت از قانون مستثنا نیستند و اگر در جایی کسی خطایی میکند حتما باید بر اساس قانونی با او برخورد شود. به در حالی استادان اخراج شده را به تخلف متهم کرده که شهرت خودش به تخلف و استفاده غیر مجازش از خط ویژه اتوبوسرانی تهران در بهمن ماه سال 99 و سیلی زدن به صورت سربازی برمیگردد که جلوی تخلف این نماینده را گرفته بود. احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم با این ادعا که موج اخراج استادان دانشگاه سیاسی امنیتی نیست گفت موضوع عدم احراز شرایط برای ادامه همکاری مطرح است. علی حدادی دیگر نماینده مجلس هم در حمایت از اخراج اساتید گفت در پشت لیست منتشر شده از اساتید اخراجی چیزی جز فضاسازی و رمز فتنه نیست. حبیب افکاری زندانی پیشین و برادر نوید افکاری با انتشار یادداشتی در 3 سالگرد محبوس بودن برادرش وحید افکاری در سلول انفرادی مقاومت او را ستود و تاکید کرد که مردم ایران در برابر ظلم تسلیم نخواهند شد.
حبیب افکاری در این یادداشت خطاب به برادرش وحید نوشت: تو هر روزی را که در انفرادی می‌گذرانی، می‌دانی تمام رنج‌ها و دردهایی که می‌کشی آینده بهتری را برای کشورت رقم خواهد زد. تو در آن نقطه فراموش شده و تاریک از این خاک ایمان داری با ایستادگیت فردای آزادی زودتر خواهد رسید. و افزود: به یاد دارم روزی وحید می‌گفت اگر همین الان در انفرادی را باز کنند و بگویند آزادی، اما آزادیت به نفع مردم ایران نیست، هرگز از اینجا بیرون نخواهم رفت. وحید افکاری که در 3 سال گذشته دست لول انفرادی به سر برده، به 33 سال و 9 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. حبیب افکاری در ادامه یادداشت خود خاطر نشان کرد که نوید با افتخار رفت و وحید با افتخار مانده، خیره در چشمان ظالم تا هر لحظه با مقاومتش به آنها یادآوری کند که محکومند به شکست، چرا که این مردم شریف سر برابر ظلم خم نمی کنند. در پی اعلام اعتصاب قضا توسط بهاره هدایت، زندانی سیاسی اکنون خانواده جواد روحی، معترض جوانی که 9 شهریور ماه در زندان نوشهر جان باخت، به خانم هدایت نوشتند: عاجزانه به عنوان کوچکترین ملت خواهش میکنیم برای وجودت که دلگرمی ماست اعتصابت را بشکن. آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، درخواست خانواده جواد روحی از بهاره هدایت را در توییتر منتشر کرده بود. خانم هدایت بعد از جانباختن جواد روحی در زندان اعلام کرد که در اعتراض به سرکوب مضاعف در جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا می‌زند. بیش از 1 هفته از اعتصاب قضایی خانم هدایت می‌گذرد و نگرانی‌ها از سلامتی این زندانی سیاسی افزایش یافته است. به همین جهت درخواست‌های متعددی از او برای شکستن اعتصاب قضا منتشر شده است. رسانه‌های حقوق بشری کرد روز جمعه 17 شهریور ماه از صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی اهل بانه به نام یوسف احمدی خبر دادند. سازمان حقوق بشری خانگاه گزارش کرده که یوسف احمدی توسط دادگاه انقلاب سنندج و به اتهام بغی به اعدام محکوم شده و حکم او در 12 شهریور ماه در زندان به وی ابلاغ شده است. یوسف احمدی به همراه 3 شهروند دیگر اهل بانه به نام‌های محمد کریمی، باسط کریمی و محمد فیضی در اردیبهشت ماه سال 1399 توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. محمد کریمی، باسط کریمی و محمد فیضی هم توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام معاونت در بغی مجموعاً به 65 سال زندان محکوم شدند. حکم محمد کریمی 25 سال و حکم 2 شهروند دیگر هر کدام 20 سال اعلام شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام این 4 شهروند اهل بانه را همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرده است. برندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. به اطلاع می‌رساند به مناسبت درگذشت بانو راضیه بنی آدم، مراسم یادبودی در هتل هیلتون وودلند هیلز روز یکشنبه 10 سپتامبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. حضور شما در این مجلس التیام بخش ما خواهد بود. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. دانی که پس از مرگ چه ماند باقی؟ عشق است و محبت است و باقی همه هیچ. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند
$26,000 پرداخت میکنه. بله، $26,000. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ $26,000 پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. سوزان متاک نماینده پارلمان فدرال آلمان اعلام کرد با توجه به خطر جانی برای مریم عباسی و نیکو از معترضان بازداشتی در ایران کفالت سیاسی او را بر عهده می گیرد. دادگاه این معترض 27 شهریور ماه برگزار می شود. این نماینده پارلمان آلمان با اشاره به اینکه عباسی نیکو از داشتن وکیل انتخابی محروم است و برای او وکیل تسخیری تعیین شده افزود: من شدیداً به این رویه اعتراض می کنم، زیرا اصول حاکمیت قانون نقض شده است. می تاکم چنین با محکوم کردن استفاده مستمر حاکمیت ایران از مجازات اعدام به عنوان یک وسیله سرکوب، تصریح کرد که حقوق بشر نباید در ایران نادیده گرفته شود. مریم عباسی نیکو اهل این شهر از توابع استان اصفهان است و به دست نیروهای حکومتی در این شهر بازداشت شده است. سایت هرانا خبر داد که دادگاه این شهروند زندانی در اصفهان با اتهاماتی از جمله سب النبی و اهانت به دختر پیامبر اسلام و اهانت به مقدسات اسلام روز 27 شهریور ماه در شعبه 105 دادگاه کیفری 2 شاهنشهر برگزار خواهد شد. او مادر بیتا شفیعی راد، نوجوان دانش آموزی است که در اعتراض به حملات سازمان یافته به مدارس دخترانه برای مدتی بازداشت و شکنجه شد.
گیلا گامبریل وزیر اطلاعات اسرائیل در سفر به لندن گفت که بر اساس گفتگوهایش با بسیاری از ایرانی ها این حس و درک را دارد که در این کشور اتفاقی رخ می دهد و امیدوار است که سال آینده ایرانیان را در تهران ملاقات کند. جلسه ادای احترام به شجاعت مهسا امینی و پیام نمادین زن زندگی آزادی روز 16 شهریور ماه در مجلس اعیان بریتانیا برگزار شد و وزیر اطلاعات اسرائیل هم در این جلسه حضور داشت. به خطاب به ایرانیان گفت: امیدوارم سال آینده هم دیگر را در تهران ببینیم. من از ته قلبم به این موضوع باور دارم که ما می توانیم با هم این وعده را عملی کنیم. گامبریل همچنین روز چهارشنبه با جمعی از کنشگران مخالف جمهوری اسلامی و خبرنگاران حوزه ایران و خاورمیانه در لندن دیدار کرد. گامبریل تاکید کرده که اسرائیل به دلیل نقشی که ایران 2500 سال پیش در نجات یهودیان داشته، خود را متحد می‌داند برای نجات ایرانیان هر کاری که در توان دارد انجام بدهد. بعد از این دیدار گامبریل در پستی به زبان فارسی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: جهان باید بفهمد که ایران تنها مشکل اسرائیل نیست. رژیم آیت الله در حال باز کردن بازوهای خود در سراسر جهان است و بنابراین دنیای مدرن باید مانند یک دیوار کنار هم بایستد. جستجو برای یافتن دانیل عابد خلیفه، زندانی که روز چهارشنبه از زندانی در لندن گریخت، وارد سومین روز خود شده است. مارک رولی رئیس پلیس متروپولیتان لندن گفته است که پلیس در حال بررسی این احتمال است که نگهبانان داخل زندان به عابد خلیفه برای فرار کمک کرده باشند. این مقام پلیس همچنین گفته است که به وضوح مشخص است که این فرار از قبل برنامه ریزی شده بوده و بسیار نگران کننده است. آقای رولی گفته است که فرار از زندان اقدامی است که بعید است شما در یک لحظه بخواهید انجام بدهید. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا که برای اجلاس گروه 20 در دهلی است، درباره عملیات جستجو گفت که پلیس برای پیدا کردن خلیفه شبانه روز در تلاش است. این زندانی 21 ساله با اتهامات تروریستی و همچنین تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات برای یک کشور متخاصم روبروز به این اطلاعات را به ایران می‌داده است. شامگاه پنجشنبه رسانه‌های اوکراینی با استناد به داده‌های سایت فلایت رادار 24 که مسیر هواپیماها را ردیابی می‌کند، گزارش دادند که یک فروند هواپیمای ترابری الیوشن 76 متعلق به شرکت هواپیمایی ایرانی پویا از فرودگاه شهر سیمفروپول در شبه جزیره کرم پرواز کرده است. فرودگاه این شهر که در اشغال نیروهای روسی است، از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در حدود یک سال و نیم پیش تا کنون روی پروازهای غیر نظامی بسته است. شامگاه پنجشنبه و ساعتی بعد از انتشار این خبر، شرکت هواپیمایی پویا پرواز هواپیمای الیوشن 76 این شرکت بر فراز منطقه پرواز ممنوع شبه جزیره کریم را به منظور کمک رسانی به نیروهای روسیه خبرسازی خواند و آن را تکذیب کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده که این هواپیما طی 48 ساعت گذشته در فرودگاه مهرآباد پارک بوده و پروازی نداشته و انجام چنین پروازی کاملا نشدنی است. این شرکت هواپیمایی متعلق به نیروی هوافضای سپاه پاسداران است و گفته شده که در جریان جنگ اوکراین بیش از نیمی از کل پروازهای ترابری ایران به روسیه را انجام می‌دهد. این تکذیب در حالی است که ارتش اوکراین و شماری از مقامات آمریکایی پیشتر بارها درباره حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه و تحویل پهپاد برای حمله به خاک اوکراین هشدار داده بودند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. من
عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یک کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدا و مقصد لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو می‌کنم.